به نام خدا و با درود سلام به کانال خبری ما خوش آمدین. عبدالله ادامه سیاست های ضد بشری و سرکوب کشور را به سمت جنگ داخلی سوق می دهد. کشورهای عضو جی افت و نماینده ارشد اتحادیه اروپا خواهان رفع محدودیت علیه زنان افغانستان شدند. پیام تسلیت برای فرمانده وزیر خان شتال. مخابره جدید استاد عطا محمد نور مشهور به پاف. ابتدا به خبر اول میپنداریم. دکتر عبدالله ادامه سیاست های ضد بشری و سرکوب کشور را به سمت جنگ داخلی سوق میدهد. 8 صبح کابل پس از نشر گزارش ها در مورد کشتار و کوچ اجباری مردم در پنجشیر، اندراب و تخار، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی پیشین گفته است که سیاست انحصار و حذف همواره کشور را به سمت بحران سوق داده است. او در نخستین واکنشش در مورد درگیری های اخیر میان طالبان و جبهه های مقاومت ملی در چندین ولایت روز جمعه 23 مصور در یاد داشته گفته است که طالبان در این ولایات دست به محکمه صحرایی و کشتار و شکنجه باشندگان محلی زدند. او گفته است که این گونه اقدامات بر اساس شعایر دینی، قوانین بشری، اصول جنگ، عرف وطنی و بین المللی محکوم و قابل نکوهش اند. از سوی دیگر او تاکید کرده است که ادامه سیاست های ضد بشری، سرکوب، ارعاب و اعمال محدودیت بر دختران و زنان موجب انزوای هرچه بیشتر کشور و افزایش تنش های قومی شده و افغانستان را به طرف جنگ داخلی سوق می دهد. او همچنان افزوده است با گواهی تاریخ 14 دهه اخیر کشور، راه اندازی سیاست انحصار و حذف همواره بر مشکلات مردم و مملکت افزوده و کشور را به سوی بحران سوق داده است. با این حال به گفته او بحران جاری را می توان از راه مذاکره، تفاهم، احترام به اراده مردم، تنوع مذهبی و تفاوت های هویتی فرهنگی موجود در کشور حل و فصل کرد. عبدالله از جامعه بین الملل و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا تحقیقات بی‌طرفانه را درباره حوادث اخیر آغاز و نتایج آن را با مردم افغانستان شریک کند. گفتنی است که این نخستین واکنش عبدالله درباره درگیری های اخیر پس از خروج او از کشور شده است. همچنان این در حالی است که احمد فهیم توخی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: عطا محمد نور نسل کشی دوام را تضمین نمی کند. سقوط حاکمیت تک قومی و ظالم حتمی است. اگر با نوک نیزه می شد بر مردم حکومت کرد، حاکمیت چنگیز و ده ها جنایتکار تاریخ ادامه می داشت. همچنان این در حالی است که عبدالرؤوف شیرزاد می نویسد: فرمانده وزیر شتون می دانم درد از دست دادن برادر جانسوز است، اما تو آنقدر قوی هستی که دژهای تسخیر ناپذیر هندوکش به تو و همسنگرهایت افتخار می ورزد. عزیز برادر، کشوری که به خون صدها شهید از دست متجاوزین آزاد گردد، آن کشور ریشه تاریخی دارد و کتاب زرین تاریخ در مورد قهرمانی های شما ها خواهد نوشت. میدانم درد داری، اما از همه مهمتر استوار بودنت، شجاعتت، غیرتت و مردانگیت را مردم افغانستان می ستاید. برای عزیز از دست رفتهتان به هشت برلین و برای شما ها پیروزی، عمر طویل و قامت رسا از درگاه حق می طلبم. سرت به سلامت، مرد کبیر. قابل یادآوری است که مسئولیت خبر بر من به خبر برمیگردد. تیم چینل در باره نظری ندارد. ما فقط خبر را بازگو میکنیم. تصمیم را شما مردم میگیرید. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر خواهیم گذاشت. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشین. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.